آمد؟ نه. خدا کنه ای باشه باز کدام گله به اونتا. بر من گفت اگه ناوخش آمیرم اتاقک باغ ای که کجا رفته و چی فکر در کلش بوده به خدای پاک مالو. وعده میکنم که امروز قرارش بگیرم. خودم قرارش میگیرم که راست دروغ تو هم معلوم شد. نور آقا؟ زنده نباشی پدر. زنده باشی دخترم. چیز میگفتی؟ نه. بگو هر گپی که در دلت هست نگاهش نکن. بگو چی میگی؟ کدام گپی نیست. فقط. فقط چی دختر جان؟ بگو دیگه. نور آقا در اوج بندیست ما در ایجاد در غم روزگار خود است. یک کار کو پدر. تا چه وقت زیر علاشه بشینیم؟ ببین دخترم. فال بد نگی. ما گفتم شاید بندی باشه. کی میگه که بندیست؟ از کجا معلوم که بندی نباشه؟ هر جایی که هست باید پیداش کنیم. اگه نور آقا بندی نیست خیلی کجاست؟ دخترم. میرم و امروز سراغش از ستار پرسم میکنم. از بیرون بلا کده در درون بلا باشی خوب است. در خانهش میری یا در دفتر کارش؟ اگه در دفترش بری فکر نکنم که ما هم کاری کنم. از وقتی که پیسه دار شدن خانهشان را تبدیل کردن. آدرس خانهش خانه دارم. اگر این مادرش واسطه میساختم. بسیار زن مهربان است. عیف همون زن مهربان که مادر ستار است. پدر، اگه بری پیش ستار بگه که نور آقا پیش ماست مگم آزادش نمیکنیم باز چی میکنیم؟ بیبی دختره ستار زیاد فریبکار دنباز است بسیار کتگویی هم میکنه توکل به خدا سر زور میشم سلیمان صاحب میمان ناخوانده کار نداری؟ سلام علیکم خوجین تو کجا و اینجا کجا؟ بین بخیر آمدی اوهو یعنی من میگم که چرا تو در باغ معلوم نمیشی؟ یعنی کاروبار نه و بخیر شروع کردی با اسکل سازی مبارک باشه باغم رفته بودی ببخشی که بزامت شدی حالا باغ رفتم دیگه باغ رفتم دیدم که دروازه باغ واز بود و باغوانم نبود مام رفتم داخلشون خوب چکر زدم دلم یخ کردم بسیار مزام داد آخه 24 ساعت بود
دوکان ششتیم به خدا گنگ سگول شدیم. این نام خدای شما که باغم دارین. بفرم. زنده باشی. سلیمان صاحب خیر بینی. اونجا بالا بشینه. نه همیجا صحیح زنده باشی سلیمان صاحب خیر بینی. نور آقا معلوم نمیشه. کجا هست؟ از امینی زیکا پیدا میشه. میشم رای ماری سفیدا میگن قصه کنی. چی میگی سلیمان صاحب؟ از جوانا کده ری سفیدا بسیار زیاد ساتیر هستن. اما تو کتن نور آقا یک کار ضروری و مهم داشتم. از اون خاطر آمدم خانه گفتم ببینمش. دکان رایش کده بودم. نامد پیشه؟ دکان آمده بود. خاگمش که بانشا بسیار نجبارانم کده رفت. حقش بود. باز از اون خاطر آمدم خانه. گفتم اینجا نزدیک اگه ببینمش. والا نور آقا خامی چند روز که خانه نمیه. سر و درکش بیخی گم است. نه که به خاطر کدام شکایت کردن ازش آمدیم. نه بابا، از نور آقا کی شکایت میکنه او تو آدم نیست. یعنی بین شما دو نفر کدام مشکل پیدا نشده؟ اگر کدام گپ محرم نیست، خیر است مرا بگین. خوشا بال نور آقا که مثل خودت وار یک کاکای بسیار فامیده داره. پدر خدا بیامرزش یک برنو بسیار سابقه داشت. نه که کسی را میکشه چطور؟ ای فایرام میکنه؟ ما فکر کردم که تنها زینتی است اگه تو فایر کنه قیمتش چند برابر میشه. میشه که یک دفعه بیاری بازم ببینیم شو کاکا سلیمان؟ آله ما دفعه تفاهمیدم که تو میخوایی که امو برنامه نور آقا را بخری. اگر برای ما مشوره میکدی ما مانیت میشدم. بازم خانه نور آقا آباد که لطت نکره. سلیمان صاحبی چی میگه؟ قیمت شا برش میدادم. مفت خصمش نخواستیم. بیبی بدر. عیب ما شمایی نمیست که هر چیز با پیسه میسنجیم. بیبی سلیمان صاحب. اگه دولت خبر شوه که در خانه شما یک برنو سابقه است، امو را مفت کلزی از پیشتان میگیره. یعنی تو میخوایی که ما را تهدید کنی؟ نه بابا، یه چی گپاس که میزنی سلیمان صاحب. او نمک استاد اسماعیل سرمزار شوه که اگه ما به تهدید خانواده شما آمده باشم. این گپ از دل پاک براتون گفتم. امی برنو مفت از پیشتان بره خوب است، یاد بدلش یک مقدار پیسه بگیرین که اصل باورتان نمیشه. بیبی شفیق جان، بعضی چیزاست که رو با پیسه نمیتونی بخری. دلکتون بایسه کلکتون. یک روز نه یک روز به درد نور آقا خواد خوردم. یا با برنو یا بدون برنو. مردم دنیا میخواهد که ریل و مترو داشته باشه، ولی ما با مو فکرهای سابقه بکنه. شاید که تا آخر عمرم تو بایسکل سوار بانیم. کجا میری آله؟ او تفنگ یگانه یادگار پدر نور آقاست. امی کل دنیا رو هم که بتیش تو رو برات نمیده برادر. سلیمان صاحب صبر ما بسیار زیاد است. هر وقت که به پول دلتان شد دروازه دوکان ما بریتان باز است. بیبی جنگ ما و تو چای ناخورده در گرفت. بشی وقت نان است باز برو. هر وقت که به خاطر معامله برنامه اومدم بازم اون وقت نانم میخورم. برو به امان خدای. میری مخیفه باشیم. انشالله بکنم مراقب هست. بیا باشیم این تیل آمار دار از اونجا. مای زنده باشی باشیم. متوجید باشی. که حرف بدی با او نگفتم انار انار بیاد بالینم شبنم گل نار بیاد بالینم چرا مهر و محبت را بریده انار انار بیاد کی است؟ ستار است و مهوش جان. نور آقا خانه است؟ نه خانه نیست.
ای کجا از دو روز است از پشتش سرگردان میگردم. شاید در باغ باشه. بشکنم دوازه رو بیم خود مخانه رو بگردیم. یک دقیقه صبر کن. در باغم رفتم محوش جان، مگر غیر از درخت و برگاش دیگه زنده جان ندیدم. پدرت کجاست؟ پدرم آمد پیش شما. چی وقت آمده؟ من ندیدمش. تازه از خانه برآمد. شاید دال پشت دروازه تان باشه. شما برین، من میایم. دروازه را باز کو، همراهت گپ میزنم. ما گپتانو میشنوم، بگوین. حیفی همه کمال و عقل که تو قدرش نمیفهمی. خودت شاید به فکر باشی، ولی گرفتار مفکوره سنتی فامیلت. دروازه رو باز کو. هستی پشت دروازه؟ محوش، ما بازم میایم، اما تو با گپایم خوب فکر کو. ما آمدیم به خاطر نافذین دولت، آمدیم سوال بکنیم آیا اینجا هست نیست که ما حوال ازش بگیریم. ای چی حال است؟ سرباز ملاقاتی داریم. چی حال است؟ وقت ملاقات چه وقت است؟
دولت است. نه شوهرم چند روز است که گم است. نمیشه عبدالاحمد است. آمدیم تا اینجا سعی کنیم شاید هم اینجا باشه. من یک زنی مظلوم کجا رو بگردم؟ اجازه ملاقات دادن من. خب من چی کنم؟ خب من دیگه ملاقات تو بدن شهید شده. دانوور خانه ندارم. اون رو باز چه سوال کنم؟ تو وقت ملاقاتی دولت است، رسان است، قانون است. از کی پنهان کنه؟ از کی جویان کنه؟ شما هر سر بالا باشیم فقط یک دقیقه ستار صاحب کار داشتم. برو کاکا ستار. ستار فقط زیارت است که هر کس ناکس بیای و دوغش ماچ کنه. برو. خیر از برش بگو که سلیمان باغوان آمده همسایه ما بود. باز خودش میفهمه. برو کاکا همسایه را بس کلان همسایه. او برادر برای هر کدام که اینمی رقم های برای بکنی. اینجا قانون هست. ها با کی بله؟ از کجا سوال کنه؟ از کدام ها جواب سر بالا بگی؟ انوار خانه ملت ما با این سوال کنیم. آخه این رقم. از کی بره؟ میسی ها سران رسه که باید. اینش سفیده سیکو اینو هر کدامشون مشکل داره. مشکلش باید کی رفع کنه؟ که شما با سر بالا میدین ببردار خیلی دار اجازه میدینم باش که عمرش بیکنه عمرش بیکنه این نفر را بیارین دفتر ما من برادر زاده ایم از کی سوال کنم؟ یک ریش سفید جواب سر بالا میدی؟ رفیق ستار، مردکی را گفته بودی آوردم. بیارنش داخل. خواستم یا بیدار سلیمان خان؟ شما بیدار هستی ستار جان. ما خواب بودیم. نگه کدام خواب خوش دیدی چطور؟ میفهمیدم که یک روز سلیمان خان خودش به پای خود در دفتر میه و در حزب شامل میشه. حزب آرمانش از شما باشه. شاید از خیرات سرتان یک چیزی برای ما برسه. اگه ما رو به خواران بانند خواب خوش میبینیم. نگه کسی آزارت داده چطور؟ اگه کسی آزارتان داده به من معرفیش کو که پوستش کنم دانش میده کنم مغزش بکشم. تو خو میفهمی ستار خان که ما شما یک وقت همسایه بودیم با هم یک سلام علیک داشتیم. اگه فکر و سلیقه ما با هم جوش نمیخورد حداقل اون نمک یک دیگر خوردیم. بیا بشین. شما اگه علیک بگیرین ما هر روز براتون سلام میتیم. نور آقا کجاست؟ کی؟ خوب شنیدی چه گفتم. نور آقا کجاست؟ بیادرزاده از توست پرسانش از من میکنی؟ من خودم چشم درد پشتش میگردم. براستی میگی که از من پت میکنی؟ نه دیدیمش نه خبرش دارم. ای که گفتی خانه نیست تازه خبر شدم. راستی شما چرا فکر میکنین که نور آقا را ما گرفتیم؟ نه که قصد خرابکاری علیه دولت ما را داشت. شما از خود پرسان کردین؟ چرا هر کسی که گم میشه فامیلش اول میه پیش شما پرسان میکنه؟ چرا؟ هر کسی که شب بر علیه حزب ما دشمنی کنه
همون شب کارش همون لحظه تمام میکنیم. نمیمانیم که سرش روز شود. خاطر جمع باش. تا بال نور آقا اینجا دیده نشده. اگه دیدمش برات خبر میدم. ما خیلی رخصت شدم از پیشتون. به اجازه تان. چاشت است. کجا میرین؟ زنده باشی. هر وقت نور آقا را پیدا کردی به ما هم خبر بده. مامور مخفی تان است؟ کم از مامور مخفی نیست. تعقیبش کو کجا میره و با کی ارتباط میگیره. خانه شناسایی شده؟ ها. ولی یکی این روزا کجا میره و چی میکنه باید با خبر باشیم. نباید بی خبر باشیم. فعلا ارزش یک الماس قیمتی را داره بر ما. اگه سایش هم گمش کنه از پیش ما گریخته نمیتونه. خاطر جمع باشه. پیداش. سلیمان، ملا عبیب، نور آقا، دکتر نصیر، دکتر غفور، سبحان، احمد، محمود. رفیقا، زندانای ما از بس پر شده دیگه گنجایش نگهداری بندی‌ها را نداره. و از طرف دیگه، شب و روز مخالفین انقلاب سر و اشرار میارن در زندان‌ها و زیرخانه وزارت داخله. خینه یارن؟ با حال خودشان روا کنیم که یک وقت هشدار هفت سر روی کل ما رو بخورن؟ من میگم از 17 میلیون نفوس افغانستان 2 میلیون بس ماست. 15 میلیون دیگه کلش اضافی است. کلشان اشرار، کلشان اشرار. چارهش آسان است. هر تعداد نفر که اینجا داخل میشن اما تعداد نفر از اینجا خارج کنید. روز تو روز مخالفین و اشرار زیاد شده میره. ترسی ما ایست که شاید جایی برای دفن اونا پیدا نکنیم و قبرستان ها کلش پر شده. انقلاب ما مثل تانک در حال حرکت است. ولو اگر میلیون ها نفر زیر چنگش شود باز از حرکت نمیمونه. شما فقط بیبرین و ببرین. با تمام بخش ها صلاحیت داده شده که با تشخیص خود حاجلکی مخالفین حضبین ببرن. با همی بابت هیچ مشکل فاهمانی و اداری نیست. اما چیزی که باقی میمانه اجساد است. اگه به هر نفر یک قبر داشته باشیم در کابل هیچ قبرستان گنجایش ایره نداره. بعضی ها پولیگون پیشنهاد کردن. عجب جای است رفیق. پیش از دفنشان میشه با جسد ها بزکشی کرد. برای هر قبر 300 نفر چطور است؟ شب که تاریک شد ادامه ها را ببرین میدان پولیگون. چکوری بکنین و 300 نفر یک جای تیرباران کنین و سرشان پاک کش کنین. به سلامتی رفیقا. Thank you.
نظر و گواهی تاریخ ما ملتی هستیم که در مقابل هیچ قدرت دنیا سرخم نکردیم. نه پیرو شرق هستیم و نه هم پیرو غرب. هر آنچه که با اساسات فرهنگ ما، با اعتقادات دینی ما، با عزت و شرافتمندی ما تطابق بکنه و باعث رشد و ترقی ما شوه، از هر جایی که باشه او را به جان دل میپذیریم. ولی آنچه که سلامت کشور ما را زیر سوال ببره، غرور ملی ما را پایمال کنه و با دین و فرهنگ ما سر ناسازگاری داشته باشه، به هر قیمتی که شده او را از بین برده و نابود میسازه. ملت ما ملتی است که برای باورها و اعتقادات اصیلشان همیشه جانفشانی کردن و میکنن. تاریخ شاهد بزرگ است که چگونه قدرت‌های بزرگ دنیا در مقابل این ملت غیور سر تعظیم خم کرده و با گردن شکسته از این سرزمین فرار کرده و بیرون شده. حال ما از شما میپرسم، اگر ملت در خطر باشه، چه کسی و یا هم چه کسانی به خاطر نجات این ملت به پا میخیزن؟ آیا از آن سوی مرزهای جغرافیایی کسی به نجات این ملت خواهد آمد؟ به نظر شما آیا دلسوزتر از این ملت کرده نسبت به این خاک و سرزمین کسی دیگری پیدا میشه؟ آیا شجاعتر از این ملت کرده در تاریخ کدام جای سراغ داره؟ پس نظر به گواهی تاریخ ما ملتی هستیم که پیش هیچ قدرت سرخم نکرده. خیریت از کاکا سلیمان؟ بیخی غرق هستی؟ چطور است مولا صاحب؟ ببخشی که وضعیتم چندان خوب نیست. دغم غرق هستم به خدا. هی سرمردا هزار رقم مشکل میه کاکا سلیمان. تو بگو چی مشکل داری؟ شاید که ما بتونم کمکت کنم. مولا صاحب، هنوز بعد از بردن بیادرم و فامیلش از سوی حکومتی ها کمرم راست نشده بود که حال بچه‌شان گم است. دو روز است که لادرک است. شاید خانه یگان دوستا و اقارب خود رفته باشه. پیش از این چندین بار از سوی حکومتی ها تعقیب شده بود، مگم از پیشان گریخته بود. ما از وقتی که گم شده فهمیدم کی کار شبنامه رو میکنه. نه انشالله که هیچ چیزم نمیشه. نوراغا ماشالله یک جوان هوشیار و شجاع است. چندین بار اینجا در جلسات ما هم اشتراک کرد. اما یک بار هم نگفت که خودش هم چیز مینویسه و پخش میکنه. این از این معلوم میشه که کارش فقط به خاطر رضای خدا بود. شما هم از خداوند ناامید نشین. مولا صاحب، من ناامید نیستم. فقط در این فکر هستم که منتظرش باشم یا باز از پشتش برم در اداره امنیت. گفتم خدا نکرده از بد کده بدتر نشه. ما در ریاست امنیت یک نفر داریم. ما برش میگم که در باری نوراغا معلومات گرفته و ما را در جریان بانه. تو هیچ تشویش نکن. آباشه. بیا یک اسکر آمد. صبر کن، شما کی هستین؟ چی میخواین از جان ما؟ خانه اکسی هستن چپه کردیم میفهمید. داپور آمده اینجا شاورمان ایشتا میکنید. تا شو سر جایت، مرا امرتا باز داخل برو. هست چو پیر مرد، ما خواهیم هم امر هستم هم حکم. اشور رسه کن، از ما امر طلب دارم. صبر کن. Thank you.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی، مستانه شو مستانه شو، هر عشق او گر صادقی، باید بسوزی خشتن در شعله عشقش دلا، پروانه شو پروانه شو، پروانه شو پروانه شو.